صرف نظر از این مورد خاص، دستگیری و بازداشت گسترده نوکیشان مسیحی، بیش از 60 تن بازداشت شدند یا احضار شدند به اداره اطلاعات و سایر نهادهای حکومتی. چی فکر میکنید در مورد این مسئله، مشخصا نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی؟ 4 گروه مذهبی هستند که در ایران بیش از گروه‌های دیگه تحت فشار هستند. البته شیعیان، اونهایی که با حکومت همخوانی نداشته باشن، تقریبا در همین با همین فشارها مواجه هستند. اما بهائیان، مسیحیان، دراویش و هر گروه دیگری که به نحوی دیگر اندیش تلقی بشه در ایران، فشار بیشتری رو امروز در ایران متحمل میشن. علتش هم به نظر من این هست که جمهوری اسلامی 5 سیاست مشخص رو در حوزه سیاست‌های دینی از ابتدا مد نظر قرار داده و اینها داره اعمال میکنه. 1 محدودیت عبادات جمعی هست که برای افرادی دیگر اندیش و دیگر گروه‌هایی که غیر از جریان مورد پسند حاکم هستند بر روی اونها اعمال میشه. 2 محدودیت انتقال دانش هست، دانش مذهبی و تبلیغ. 3 قتل مرتدان هست، کسانی که دینشون رو عوض میکنن. 4 تخریب نهادهای مذهبی هست، مثل مساجد، مثل خانقاه دراویش و مثل کلیساهایی که به شکل زیرزمینی افراد شکل میدن و حکومت اینها رو از بین میبره. و 5 تعقیب قضایی فعالان دینی هست. این 5 که ما در کنار هم قرار بدیم، یک چهره مشخصی رو از رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی نشان میده. در رابطه با نوکیشان مسیحی، متاسفانه آقای جوانمردی، در کشوری که دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه سابق ایران به جرم برگزاری نماز بازداشته و الان 3 در زندان به سر میبره، من اضافه کنم به صحبت‌های آقای محمدی، هموطنان سنی ما بسیاری از علمای اونها ممنوع خروج هستند. مسئله اقلیت‌های مذهبی مسئله بسیار بسیاری که از واقعا اقدامات جمهوری اسلامی در نقض شرف و حقوق شهروندان ایران، رفتار با اقلیت‌های مذهبی هستش. کسانی نوکیشان مسیحی به دلیل اینکه این کلیسا، به هر حال کسانی که در کلیساهای انجیلی هستند، اینها تشویق میکنن و اجازه میدن که مسلمانان تغییر مذهب بدن، و همین هدف دلیل هستش که هدف حمله مقامات جمهوری اسلامی هستند، علارغم اینکه طبق تعهدات ایران میبایست تحمل و هیچ کسی را که بر صرف بر اساس عقیده، ایمان و مذهب مورد تحت تعقیب و آزار قرار نده. ولی همونطور که جناب عالی فرمودید، هموطنان باهایی ما سال هاست که در معرض حمله هستند، اعدام هستند و همینطور سایر اقلیت های مذهبی. من مسئله اقلیت های قومی را به آن اضافه کنم و همینطور سایر شهر حقوق روزمره سایر شهروندان ایران. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما خانم الهه هیکس، کارشناس حقوق بشر از نیویورک، و همچنین آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران. همچنین